بنام خدا سلام عرض کنم، خدمت شما علاق منم به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با یک ویدیو جدید از طریق کانال آموزشی وی آر میهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در این جلسه قصد داریم بریم سر وقت بررسی نحوه ایجاد یک منوی دایره یا سرکولار منو یه نمونه دیگر رو بررسی کردیم اما خوبی منوی داریم فضاش فرق میکنه ولی خب مشابهتهایی با اون ویدیو قبلی هم داره اینجا ما یک منوی اولیه داریم که به همچین حالتی هستش وقتی روش کلیک میکنیم حالا رنگش عوض میشه یه حاشیه سفید دورش ایجاد میشه یک سری آیتم هایی قرار میگیرن به صورت دایره در کنارش و یک عنصر هم اکتیو هست حالا هر عنصری که اکتیو بشه این حاله دورو قرار خواهد گرفتش که ما با نحوه انجام این میخوایم آشنا بشیم حالا در خلال این دوره با بحث نحوه استفاده از شادوها برای ایجاد این منو آشنا خواهیم شد با شادو این کار انجام میدیم ترانسفورم ها ترانزیشن ها سود ها رو بررسی کنیم و این نحوه سلکت شدن عنصر رو هم یا مشخص کردن عنصر اکتیو رو هم به دو روش مختلف خدمتتون رو ارائه می کنیم که با چالش های هر کدوم آشنا بشین که توی هر روش چطور ما این کار انجام بدیم یه روش با استفاده از سود ها هستش و یه روش هم به صورت تکیه ایندیکاتور خام داریم و از طریق حالا پوزیشن میخوایم جاش رو پیدا کنیم که عنصر اکتیو شده رو نشون بده بریم ابتدا دمو با هم ببینیم و بعد بریم سر وقت کود و کار توسعه این حالا ویجت جدید رو از ابتدا تا انتها با هم جلو ببریم پروژه نهایی کار بچه‌ها یه همچین شکلی هست که حالا ما یک منوی داریم معمولا خیلی جاها دیدین حتی توی اپلیکیشن های موبایلی یه علامت پلاسی هستش اگه رو این کلیک کنیم یه سری گزینه از اطراف این به صورت دایره باز میشن و یه دونه ایندیکیتور هم داریم که اکتیو من اینه و ما میتونیم این رو جابجا کنیم عنصری که حالا اکتیو میشه یکم بالاتر قرار گرفته یک حاشیه سبز دورش هست وقتی این رو میبندیم عناصر جمع میشن به سمت مرکز و این ایندیکیتور هم میاد به سمت مرکز بچه دقت حالتی داره که حالا ما اینو میخوایم خدمت رو می ارائه کنیم یه تکنیک ساده برای این قضیه وجود داره که حالا در صحبت میکنیم یه مدل دیگه هم بچه داریم همین رو یه همچین حالتی هستش ما اینو دقیقا داریم انجام میدیم یه روش مشابه هست اما اینجا حالا به علت اینکه از اون روش استفاده نمی کنی. وقتی که این کار انجام میدیم این, این دیکتور اینجا محف میشه ولی سایر اناسور میان به سمت مرکز که یکم به جلوه خوبی نداره حالا برای چی اینو گفتم میخوایم نحوهی که داریم این کار رو انجام میدیم خدمت رو ارائه کنیم این بچه در حقیقت حالا از اینجا بیایم یه عنصری که خب حالا کار نداره وقتش روش انجام یه انیمیت اتفاق میفته رنگ این قسمت برمیگرده و یه چیز دایره ما دور این داریم خب این چیز دایره ای من عنصر دیگه قرار نیست بچا بهش بدم این دقیقا یه شادوئه که از مرکز شروع شده یعنی ما هورزنتال آفست و ورتیکال نداریم بلرینگ هم نداریم ولی اسپرد رادیوس رو داریم مثلا گفتم آقا بیا ان پیکسل رو اسپرد کن برام اوکی پس این یه تکنیک ساده است برای اینکه شما بخواید یه چیزی رو دوره حالا یه عنصر قرار بدیم به صورت حالا یه دونات مانند باشه و این عنصری ای ایندیکیتور بچه ها این ایندیکیتور اما خود شما جابجا جا نمی کنیم تو این مثال خود ایندیکیتور رو جابجا می کردیم اوکی جابجا شدنش اوکیه اما اگه بخوایم بهش انیمیشن بدیم که این برگرد وسط یکم ناجور میشه پس بهتره که اون بالا هایدش کنیم اما اینجا ایندیکیتور من بچه از اینجا شروع کردیم و یه مثلا بهش چیز دادیم یه دونه سودا دادیم این همون سودو المنت ایندیکیتور من هست ایندیکیتور هم چیز خاص نیست فقط ما اینو فرض کن از اینجا کشونیمش تا اینجا آوردیمش چرا تا اینجا آوردیم چون بعدا ما مییم این رو ترانسفورم میکنیم روتیت میکنیم خود ایندیکیتورمون رو بر اساس حالا ترانسفورم اوریجینال رایتش رایتش اینجا هست میایم بر اساس مرکز ثقل اینو اورج... اینو روتیت کن که دقیقا روتیت میشه و این اتفاق میفته و در انتها وقتی میخوایم منو رو ببندیم به اون سود که مثلا حالا با استفاده از چیز بی فور گذاشتیم میگیم تو هم برو به مرکز به همون جایی که هستی و این هم میاد به اینجا و دوباره میگیم نه برگرد به سر جای اصلی پس این ایده هست که اینجا میخوایم در صحبت کنیم بریم به ویس کود اگر از ویس کود استفاده میکنین پیشنهاد میکنم اکستنشن لایف سرور یا پریویان وب سرور رو اینستال کنیم. این دوتا به شما این قابلیت رو میدن که خروج کار رو به محض اینکه تغییرات در فایل های ورکینگ دایرکتوری اتفاق افتاد و سیو شدن توی خروج توی حالا مشاهده کنه و نیاز به رفرش کردن اون نباشه آن وب سرور هم این قابلیت میده که ما به صورت سایت پنل توی خود وی اس خروجی رو ببینیم از خیلی از فیچرها ساپورت میکنه و معمولا از این استفاده میکنیم برای اکثر مطالب این دوره آموزشیمون پریچر هم خب نصب کنید به علت فرمت بندی کردن و حالا کالرایز کردن و چیزای اینجوری خانه‌ای ظاهری کد هاتون رو بالا میبره و خیلی راحت میتونید کد ها رو تریس کنید خب بریم سر وقت کار اصلی. خب یه سند اشتمال ایجاد میکنیم عنوانش هم بیزاریم سرکلر منو درست نمیشتیم نه خب وقتی بحث از منو میشه بچه‌ها یا یک حالا لیستی چند گزینه می‌خویم ما آنوردر لیست‌ها استفاده کنیم حالا من الان بر ها میتونم سایر چیزای دیگه هم تو دلش قرار بدم مهم نیستش فقط الایها ها رو قرار به من آه حالا الاین کنه تا اون چیزو لیست بودنش ولی حالا ما قرار کلا استایلش رو عوض کنیم دیگه مهم نیستش بس یه دونه یو ال میگیرم آنور با کلاس منو حالا تو دلی من این سری عنصر داشتم که هم الایها ها هستن فعلا بمونه یک عنصر میانی داشتیم که وقتی روش کلیک میکردیم منو تاگل میشد شو هایت میشد و یه هم ایندیکیتور فعلا من یه دیو قرار میدم با کلاس تاگل برای اون حالا آیکون مثبت وسطی که داشتیم و تبدیل میشد به علامت ضربه در وقت روش کلیک میکردیم فایل CSS هم فعلا اینجا لینک کنیم و در نهایت یه دونه کلیک راست و پریوان سایت پنل بزنیم که خروج اینجا ببینیم خب برای این نماد هامون از سایت آین میخوایم استفاده کنیم حالا گزینه های دیگه هم هستم میتونیم از اونها استفاده کنیم فرق نداره تو این دوره ما سر وقت آین میریم سایت آیان آی رو که سرچ کنید وارد این فضا میشین حالا آیان آی سی دات آیو میتونید سرچ کنید مثلا من میگم من دکمه ادم میخوام میگه اوکی اینو کلیک میکنیم میگه آقا اینو ببر توی سایت قرار بده و اوکی میشه میتونید از ویچیش هم دانلود کنیم بلا نمیخوایم می اینجا می آقا اینم آیکون که خب هیچی نشون نمیده چرا چون یه نیو یوسیج هم داشت اینجا بعد میخوندیمش این یوسیج بچا دو تا تگ اسکریپت میده این دوتا تا می آقا اینا رو بردارین آیدی منم بازه ببخشید دانلودش کنم این دوتا تا تگ میگه توی فایل HTML تون انتهای بادی بذارین و اینجا علامت مثبت رو دیگه میبینیم حالا بریم سر وقت استایل این دوستمون تا بعد سر وقت بقیه‌ام بریم میام میگم آقا کل عناصری که هستین من مارجین پدیگ نمیخوام هر جا نیاز شد خودم میدم و باکس سایزینگ رو هم روی border باکس این یعنی چی یعنی فضایی که من به عنصر اختصاص میدم شامل border و پدینگ و اینها بشه دیگه نمیخوام برای اونها فضا جدا در نظر بگیریم عملا اون سایزدهی تحت کنترل ما خواهد بود خب یه سری عنصر وسط چین داشتیم حالا قبلش من یه رنگ هست بچا زیاد استفاده میکنم میایم در فضای روتمون یه متغیر تعریف میکنیم داش کالر با این رنگی که حالا آ... بذاریم اسمش خاکستری تیره رنگ 22 23 27. این رنگ رو حالا جای مختلف می‌خوام استفاده کنیم دیگه من از این متغیر جایش استفاده می‌کنم توی یه روت این یعنی کل سند قابل دسترسی هستش می‌ریم سر وقت آقای بادی خب اول کار همین رنگ رو استفاده کنیم از طریق متق... از و داش داش این میگیم رنگ ما هستش و چون آیتما وسط چین شده بودن بهتر از دیسپلی فلکس استفاده کنیم میگیم دیسپلی فلکس uh, justify content center. الان هم سنتر حالا برای اینکه الان کار کنه بعد کل فضای حالا صفحه رو به عنوان مین هایت هم در نظر بگیرم بگم کلا شما کل ویوپورت رو بگیم که خب ایشون اومد این وسطه حالا بعد درستش میکنم بریم سر وقت منو و آقای منو من میگم که آقای دات منو میام آقا ویتس هایت شما 300 پیکسل در 300 پیکسل باشه هایت هم 300 پیکسل حالا چون که میخوام عناصر داخلیشون رو بعداً جابجا کنیم پوزیشن رو ریلیتیو میدیم خودشو کار نداریم ولی چون عناصر درونش قرار جابجا بشن نسبت به پرنتش رو این اتفاق بیفته و یه بک هم بهشون بدیم یا همین مثلا رنگ ربکا رب پرپل پر باشه خب این الان فضای چیز من هستش فضای منوی من هستش این عنصر رو بعد بیاد وسط پس اینجا بعد من این دیسپلی فلکس رو میارم یا شما بیبر وسط قرار بگی اومد وسط وسط حالا میگم آقای منو یه دات تاگلی داخل شما هست میگه بله پوزیشن ایشونو ابسولوت میکنین حالا فعلا کاری به نداریم بجز یه ویتس هایت به این بدم من ویتس 75 پیکسل هایت 75 پیکسل و یه بک‌گراند سفید هم بهش میدیم بک‌گراندمون نام به اف 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 و کالرش رو میذاریم رو همون کالر... رنگی که داشتیم داش داش کالر خب ایشون اینجا هست دایره رنگ بود اوکی میگیم پس بردر رادیوس 50 درصد دایرهش میکنیم و مجدد ایشون هم وسط چین قراره باشه پس میام دیسپل فلکس رو استفاده میکنیم این هم میذاریم وسط خب یه کوچولو میام میگیم فون سایز رو بزرگ کن فون سایز 3M قشنگ ببینمش کرسر پوینتر کرسر هم پوینتر میذاریم که حالا علامتش متفاوت بشه و ببینیم و همین فعلا همین خب حالا رو اینکه کلیک کردیم میخوایم یه خورده بچرخ و اون حالا فضای منوی برامون تشکیل بشه پس میایم اینجا وقتی من روی کلیک کردم میخوام یه کلاس اکتیو وین بدم و به خود منام البته بدم برگردیم اینجا میگم آقا یه تگ اسکریپت هم من دارم میخوام باشه کاره بکنم میگه بفرم میگم من یه دونه کانست تاگل دارم مصایبا کوئری دات داکیومنت دات کوئری سلکتور سلکتور آقای دات تاگل رو من بده و منو را به uh, get, uh, get هم به همین شیوه میگیریم با داکیومنت میتونی میتونیم get گت بای هم بزنیم ولی خب ما دیگه کوئری سلکتور استفاده میکنیم چون بهشون کلاس داریم میگیم دات منو این دوتا رو من گرفتم حالا میگم آقا یه تاگل شما کلیک شدی من میخوام یه کاری باهات بکنم uh, به این دو تایی که چیز کردم پس آقای تاگل dot آن کلیک یه تابه میخوام بهت بدم یه ارو فانکشن میدیم و بعد میگیم که بیا خود تاگل دات کلاس لیست دات کلاس لیست دات اد کلاسی به نام اکتیو رو به این بده دات تاگل کنیم بچه اد نه تاگل یعنی اگه هست برش اگه نیست بذارش اکتیو رو به این میدیم و همین رو داپلیکیت میکنیم با منو اوکی این رو تا پس داریم الان حالا سیو هم کنیم دیگه توی مرورگر میتونید تست کنیم خودتون اتفاقا میفته کلاس رو میگیره اینجا دیگه تست نمید. میام اینجا میگم آقای دات منو اگر که آقای دات تاگلت کلاس اکتیو داشت یا یه کاری کن این من میخوام به چرخونش ترانسفورم کن روتیت 315 دگری که کلا به چرخه تبدیل به چیز بشه ضربه در بشه تست کنیم با هم که این اتفاق میفته فقط خیلی سریعه میام اینجا میگم آقا این اتفاقی که قرار بیفته توی نیم ثانیه انجام بشه پس این اون چرخش رو میبینه یه دورونی می که میزنه رو میبینیم. خب وقتی اینجوری شد قرار شد یه چیزی کنارش بزنه بیرون رنگ اینم به رنگ بک‌گراند تبدیل بشه فعلاً فعلا برداریم حالا بعدا برای مطالب شهودی دیگه میاریمش میایم اینجا میگیم که آقا شما اگه این اتفاق افتاد بک‌گراندت میخوام بشه همون وریبل کالری که داشتیم کالرت بشه مم... سفید ن تست کنیم با هم اوکی بک‌گراند شد این کالر سفیده اوکی حالا این چیز دورش میزد بیرون گفتیم بچه‌ها یه باکس شادو میتونیم بدیم باکس شادو ورتیکال آفست هورایزنتال آفست و بلرینگ رو نمیخواید فقط میگه اون اسپرد 68 پیکسل اسپرد شو با چه رنگی همون رنگ چیزو میذاریم سفیدی که اونجا دیدیم پس من الان اینو بزنم بچه. ببینید که در هر یه سایه هست که حالا ما ازش سو استفاده کردیم 68 پیکسل 68 پیکسل از اینجا بهش گفتیم برو بالا و برای من سایه زنی کن حالا بلرینگ ما بریم ببینیم که مثلا رنگ بلر شده ای رو میده حالا یه همچین حالتی داره که ما نمیخوایم میخوایم واقعا چیز باشه سفیدی یک دست باشه خب این عنصرمون حالا میخوام بریم سر وقت ال هم ها اینم کلوز کنیم الای های من هشت تا میخوام بچه ها های ما یه سری آیکون ها داخلشون هستش اوکی اینجا میگم الای دارم من از همون سایت آیان آیکان میاریم میتونید بچه سرچ کنین حالا من دیگه چون سرچ کردم میدونم چه چیزایی میخوام دیگه مشکل نداره. خودم مینویسمشون اشون اشونو پاک کنیم اینجا فعلا. خب یه نکته ها من ال آی ها میخوام اندیس هاش رو هم داشته باشم برای این کار میتونیم بیام توی پراپرتی استایل یا تو استایل بگیم آقا داش داش آی متغیر میخوام تعریف کنم شما یه مقداری دای صفر 1 2 3 بیام پایین که بعدا توی فایل استایل دات سیست از اون استفاده میکنم حالا من تمپلیتش رو اینجا قرار دادم که میخوام کپی کنم دیگه اینا آماده باشه خب میگیم دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا هشت تا به من بده خب اینا رو مقدار بدیم میگیم صفر 5 6 و داریم حالا اینجا میام میگم آیکون هوم دارم آیکون مثلا پرسن دارم آیکون سیتینگز سیتینگز آیکون میل دیگه ویدیو کم رو بدیم کلید رو بدیم کی گیم کنترولر رو بدیم گیم داش کنترولر و در نهایت هم بیایم کامیرا رو بدیم. آیکون های مختلفی هست که خب من استفاده کردم و اینجا به صورت تو هم تو هم شده دارین میبینیدش خب بیایم اینجا ایشون هم چون میخوایم اون فضای وسط باشه پوزیشنش رو ابسولوت بدیم بیاره اون وسط بیفته توی نورمال فلو دیگه نمیخوایم باشه خب میایم اینجا میگیم آقای منو شما یه سری ال های هایی داشتی اینا ها رو کاره بکن پوزیشن اینا هم ابسولوت خودم میخوام کامل جابجاشون کنم ابسولوت بعد لیست استایل هم نان هستن این گلوله رو من نمیخوام ببینم الان همشون رو هم افتادن آه... لفتش رو بچه ها من میدم 10 پیکسل همه میان اینجا قرار میگیرن اوکی حالا این رنگ رو دوباره برگردونم حالا من قرار بچه ها اینا توی فضای دایره هول این بچینم البته بعد بیان توی فضای این قسمه یکم جلو هم بیان حالا اونم درستش میکنه خب اینا برای که بچه اینا رو ما اینجا ببینیم من بعد چیز کنم روتیتش کنم اینو و روته چون 38 360 درجه داریم و 8 تا عنصر داریم هر عنصری میشه 45 درجه بعد با قبلی فاصله بگیره که من اون اندیسر یکی از کارکرداش به خاطر اینه که اینجا بهش دادم اینجا کافی میام بگم چی اینکه که میخوام ترانسفورم کنیم اه... ترانسفورم کن روتیت خب اه... میگیم که بیا کلکیولیت کن 360 درجه من دارم اوکی تقسیم بر 8ش کن ضربه در اندیسه اندیسه کجاست توی وریبل وریبل داش داش آیه خب این بچا اینجا یه اتفاق افتاد چرخیدن اینها ولی هول مرکز خودشو میدونیم که ترانسفورم به صورت عادی هول محور مرکز رو یعنی مثلا اینو بخوام روتیت کنم هول این محور میچرخه پس من کافی بی اینجا بگم ترانسفورم اوریجین تو کجا میخواد اون منشأ چر... حالا ترانسفورم شدن نه الزاما روتیشن کجاست میخوام بیاش این وسط بچه ها این وسط کجاست 300 پیکسل داشتیم دیگه 10 تا اومدم جلو پس میذارم 140 پیکسل که بیاد بشه 150 تا 140 پیکسل اوکی پس ببینید که الان هول یه محوری که اینجا باشه اینا چرخیدن 45 درجه 45 درجه یه ای چیزی این وسطه نیست بعد از کی گیم کنترلر اینو اشتباه گیم کنترلر اوکی ایشون اومد حالا خب ایشون الان اومد ایشون که اومدن حالا چیکار کنیم پس این چرخه الان فهمیدیم چی حالا اینا هم یکم چرخیدن رو بعدا درست میکنیم من میگم آقا قبل از که بخوام این حال با همراه روتیت ترانزیت ایکس هم بکن مثلا 40 پیکسل میارم شو جلو که همشون تو فضای این قسمت بیافتن اوکی اینم از اه... زد ایندکس هم بیتیم بچه های عدد بالایی بهش میدیم که همیشه رو باشه حالا یه کاری که بعدا میخوایم بکنیم اون ایندیکیتور رو بیاریم اینشون بر رو باشه حالا من تن میدم کامنت می کنم که بعدا ببین کاری که میخوایم انجام بدیم خب وقتی اینا بچه این رفته تو اینا بر هیدن باشن دیگه پس اول کار میام میگم آقا ویزیبیلیتی هیدن باشه کلا اپسیتی هم میکنم اینا رفتن یکیش هم کافی بود ولی خب چون میخوام بعد این حالت انیمیشن داشته باشه هر دو رو میدیم الان به... بهتون میگم به چه خاطر میام میگم آقا این منو اگر شما اکتیو بودی اکتیو یادتون وقت کلیک میکنیم منو رو هم اکتیو میدادیم بچه ها ال آی های داخل برای اتفاق بیفتن ویزیبیلیتی ویزیبل بشن اپسیتی هم یک بشن سیف میکنیم این اتفاق ها افتاد چرا؟ داد منو اکتیو ببینید آقای منو اوکی. حالا وقتی اینو میزنیم اینا سریع اتفاق میفته هم ویزیبل میشن ولی سریع برداشته میشن میام اینجا میگم یه ترانزیشن به تو میخوام بدم توی نیم سانی این کار انجام بشه یه افکت ریز داشته باشه میبینی که اتفاق به صورت اسموت شده ای انجام میشه اینجا حالا فعلا دیگه کاری نداره حالا بریم سر وقت کلیک کردن روی این دوستانم که ای کلی کردیم حالا چه اتفاقی میخواد اون اکتیو اون حالا اونی که اکتیو اون اکتیوه، اون اکتیو چه بلای سرش اول برای اینکه کلیکبل باشن اینجا بیم همه رو یه تگ ای بدیم من یادم رفته اینو بدم همه رو سلیکت میکنم یا ما یه تگ ای با اچ رف شما داری خب اینا رو هم برداریم ایشون قرار یه جای دیگه نشون داده بشه اوکی این پس ای کجا اومدیم این منوز رو برگردونیم از این پایینیه اون بالای تگ ای رو میدیم اچرف هیچ جا نرو فعلا بعد ببندش حالا این قسمت رو میده. چی شد کل این بخش رو بر میداریم و میم اینجا خب اینجا که ماجرا داریم دیگه بس بهتر بنویسیم خودمون یه کپی کنیم پیست پیست اینجا دیگه راحتی ما بچه وقتی کلیک شده اینها رو دیگه با تایی ای هندر خب اینجا این اله کم باش کار کنیم میگه آقای منو الای هایی دیگه که توش تگ ای دارن میگه بله خب بزن بازش کنیم اینا رو این سایت من به این بدم اول میگه آویت شما 55 پیکسل در هایتتون هم 55 پیکسل میخوام باشه یه بکراند هم فعلا بدیم بکراند رد خب اینا هم اینجا هستن فقط پوزیشنشون رو هم بیایم آ... فعلا ریلیتیف بدیم نه پوزیشن فعلا بچه نمیخوام خب یه کاری ما اینجا باید بکنیم یکی هم بزرگتر کنیم بگیم فون سایز مثلن 0.75 سایز خوبیه کالرش رو هم بیام هم رنگ هم وریبل همون وریبل کالرمون داشته باشیم همون رنگ حالا خاکستری پور رنگمون و border radius border radius رو هم 50 درصد بذارین border radius border 50 درصد اوکی اینا رو هم برداشتیم کالر رو فعلا دیگه بهش ندیم خب اینا اینجا هستم حالا من بعد اینا رو هم برگردونم بچه این روتیتی که شده اتفاق افتاد من یه معکوس بعد رو این بزنم کافی بهم میگم ترانسفورم روتیت میخوام بکنی همون چیز بالا یعنی کلکو استفاده میکنی بعد میگیم که آقا 360 درجه داشتم الان بعد من منفیشو انجام بدیم بچه. اونجا خودشون نسبت به یه مرکز این اتفاق افتاد الان من تگ ای که توشون هست و میگم نه تو بیا روتیت کن بر اساس مرکز ثقل خودت ولی به همون مقدار زاویه منفی میدم منفی 8 ضرب در وریبل دشتش آی اوکی اینجا. خب اینجا خب این چرا بچه ها؟ چون الان ما حالت استاتیک داریم و اینا روش اعمال نمیشه من اگه میام اینجا پوزیشن رو ابسولوت بدم و این رنگرم برگردونم ببینید خب عناصر از اون بالا حالا شروع میشن و یه جور جلوه بدی داره پس بهتره اینجا بیام فعلا اینو بیخیال بشم بگم آقا یه دیسپلی فلکس به این بدیم پیستش کنیم اوکی همه اومدن هم وسط قرار گرفتن وسط چین شدن ایشون هم برداشتیم و این روتیت هم کار خودشو انجام داد دیگه الان همه به صورت حالا صاف شده اینجا قرار گرفتن و آه... دیگه اینجا کاری نداریم مدرهی دوستم بچه اینو چون رنگ نمیخوایم بهش بدیم نمیخوایم بخیار حالا میام میریم سر وقت این که آقا اگه منو منو دات منو اکتیف شده بود حالا یه الای هست که اون الای هم اکتیوه فعلا روش کار نکن، ولی میخوایم کار کنیم مثلا من میام اولیه رو یا شما فعلا اکتیو من شما باش پس یه کلاس به این میدم کلاس اکتیو میگم اگه منوی اکتیو بود الای اکتیوش قرار چطور بشه ایشون ای چه برچه. همون چرخش ها رو باید بهش بدیم که سر جاش بمونه فقط یه کم بعد بیاریمش عقب تر پس من اینو برمیدارم میگم تو همون فضای چرخش بمون همون چیزی که هستی فقط اینو مثلا 12 پیکسل بیا عقب قرار بگیر اوکی حالا چرا قرار نمیگیره به اینجا ببینیم کلاس اکتیو و اینجا گفتیم این منو دات اکتیو هستش ال آی اکتیو دات منو اکتیو پس این هم مقدار آوردیم عقب تر که حالا اینجا باشه و بعدا یه اندیکیتور رو این قرار بدیم و اگر هم برداریم که خب هیچ دیگه کارش داره انجام خب بیام اینجا قبلش بیام فعلا روی ایندیکیتور یکم کار کنیم تا بعد بریم سر وقت ایندیکیتور ها من خودم میتونم بیام بندازمش روی این عناصره حالا جابجا کردنش هم یه جوری انجام بدیم اما این کار منطقی نیستش چرا آه... آه... چرا منطقی نیست آه... انجام بدیم اول و بعد در صحبت کنیم خب یه کاری باید انجام بدیم اولین اینکه من عنصر و هم وقتی رو وقتی روی اینها کلیک میکنم جاشون عوض بشه یعنی این حالت اکتیف در بیاد بعدی مثلا رو اینکه کلیک کردم این اکتیو بشه این کار انجام بدیم سریع حالا تو ویدیوهای دیگه اینو داشتیم اما کلیت کار این هستش من بعد بیام یه دونه لیست از عناصری که میخوام بگیرم اینجا از داکیومنت استفاده میکنیم و میگیم که کوئری آل میگیم کل الهه ها رو من بده. حالا توی پروژه واقع بعد شدی باید محدود تر کنید این کار رو ما اینجا چون الایه فقط همین هست از همین فضا استفاده میکنیم بعد یه دونه فانکشن هم میخوام بگیرم به نام set active link این set active linkه میگم آقا من یه لیستی دارم نمیدونم هم کدومش اکتیوه بیا یه حلقه فوریش رو اینا انجام بده بعد کاری هم نداشت باش کدومش اکتیو هست یا نه حالا تو برخی از فضاها و کارهای برنامه ما اکتیو رو نگه می‌داریم اینجا دیگه نیازی نیست میگم آقا بیا کلا برو توی کلاس لیست هر کدومشون اگر که چیزی به نام اکتیو دارن رو غیر فعال کن همین هر کدوم که بودن این رو بچا میتونن نذارن دیگه حالا چون یه خط کد هستش یا هم دیگه دیگه. خب اینجا وقتی که این کار انجام شد میگم که دیس کلاس این تابع روی آن کلیک هر عنصر قرار بچه فراخوانی بشه پس اگه روی کلیک کردم برو کلی عناصر پیدا کن از توشون اکتیو لیست رو ریموو کن و بعد به خودش که کلیک کردم اکتیو رو بده توی کلاس لیستاش بذار خب یه کاری هم اینجا می‌کنیم میام همین رو برمی‌داریم دوباره دیگه نکنیم فقط اینجا به جای آیتم دات اد چیز میگیم آیتم event listener میگم رویداد کلیک و set active لینک میگم کلیک شد این رویداد این تابه اکتیو لینک رو برای من فراخوانی کن این هم دیگه نمیخواد چون یه دونه هستش اوکی خب من اینجا میذارم اینا اکتیو اینجا این اکتیو شد میبینی که رفت بالا این برگشت سر جاش این اکتیو این اکتیو و الی همه اکتیو الان کار میکنن. حالا برای بحث ایندیکیتوره من میتونم رو خود ال بذارم اما روی منوی روی حالا دمویی که با هم دیدیم ما میتو... این ما اینجوری بود که میخواستیم این ایندیکاتور از وسط بیاد اگه رو خود ال باشه, باشه، بچا این همراه خودش یعنی من باهاش زیاد کاری نمیتونم بکنم حالا جابجا کردنش کم شاید چالنجی باشه برام حتی حالا اون دمویی هم که با هم دیدیم یه تغییرات کوچولو من روش میدم دقیقا شبیه میشه به اون حالت که میخوام یعنی بیاد وسط قرار بگیره دو تا حالت کلی داریم که رو هر دوتاش صحبت کنیم بریم حالت اینکه حالا ابتدای کار بود و ما یه دونه ایندیکیتور داشتیم و اون رو روتیت میکردیم و سودو لیمت میذاشتیم در صحبت کنیم و ببینیم سر وقت این که حالا چطور میتونیم کار رو تغییر بدیم و بهترش بکنیم خب یه عنصر اینجا من اضافه میکنم یه دیویه با کلاس ایندیکیتور دات ایندیکیتور خب اینشون میخوایم یه کاره باش بکنیم سیفش کنیم بیایم اینجا دیگه ما ایندیکیتور دات یه نکته بچه این ایندیکیتوره من میخوام حالا یه چیز مثل اقربه ساعت بچه یه ابتدای اینجا داشته باشه حالا اون انتها یا اون, اون علامتی که حالا دیدیم که متمایز میکنم اون سلکشن انتهای این باشه و این رو دقیقا مثل اقربه ساعت بچرخونم خب پس من یه دونه فعلا یه دیو کوچولو اینجا تا اینجا رو خواهم داد برسه به این قسمتی که رو این هستش حالا فرایندش یه دونه سود المنت اینجا خواهم گذاشت و بعد اینو روتیت که میکنم بر مبنای حالا اون چیز راستی که داره میچرخونم یعنی بر اساس ذل راستش حالا بعدا یه جابجایی هم میکنم تو اکتیو بودنش عنصر اولمون اینجاست دیگه از شروع اینجا هستش وقتی میندازیم و اینو بر اساس این مرکز ثقل من میچرخونم یعنی چی بذاریم با هم ببینیم خب این کلا قرار جا به جای اینا روش داشته باشیم پوزیشن رو ابسولوت میگیریم بعد ویتش رو من میدم 100 پیکسل هایتش رو میدم مثلا یه پیکسل اصلا مهم نیست برام فقط می‌خوام یه چیزی باشه که حالا طولانی باشه کل فضا رو برام بگیر یه بک‌گراند هم بهش بدیم بک‌گراند رد اینا فعلا بکنیم مثلا 4 پیکسل 3 پیکسل که ببینیم خب ایشونو قرار داده برای من. من میام میگم که نه شما رو من به این حالت نمیخوام بیا یه دونه لفتت م... رو هم بهم بده میگم که کلکیولیت کن پنجاه درصد میخوام بری جلو دومین پیکسل هم بدیمش داخل تر که از اون مرکز سقله بیاد از اون زبدری بیاد اینجا من از اینجا میخوام رو بچم آه... یه ای پوینتر ایونت هم نال بدیم که اصلا من میخوام این نسبت به پوینتر uh, نسبت به کلیک ها حساس نباشه خب این از حالا همینو برمیده میگه آقای دات ایندیکیتور uh, شما یه دونه سودرمنت داری بیفور من میخوام کارهایی بکنم کانتنت خالیه پوزیشن نشون هم ابسولوته ویتس و هایتش و 55 در 55 پیکسل میخوام بگیرم هایتم uh, 55 پیکسل Uh, یه دو بک بهش بدیم ورییبل uh, کالری که داشتیم اینو فعلا اونجا انداخته اوکی مشکل نداره یه border radius 50 درصد هم بهش بدیم 50 درصد <تصال> یه box shadow هم بدیم box shadow box shadow <تصال> همه چیز صفر از اون مرکز قرار شروع بشه و 6 پیکسل شون ریدیوسش باشه این به 29 دی اف اما همون رنگ سبزی که داریم یه شدو هم دوره این انداختیم خب اینجا بچه من میخوام این یکم جا کنم میگم تاپ uh, منفی 27 .5 پیکسل نصف پن... 27 .5. نصف پنج و نصف 55 27 و نیم پیکسل حالا برای انجام این روش های مختلفی هم هست بس دقیقا هم افتاد وسط لفتش رو تقریبا میخوام اون انتها بیفته میگیم 72 پیکسل که 27 و هم حالا چیزش باش شدن نزدیک هم 100 پیکسلی که دادی میافته میافته انتهای انتها اگه من اینو اکتیویش کنم بچه این میان میره تو دل این قرار میگیره اوکی این فعلا اینجا خواهد بود و خب اینو ما الان فعلا تادی نمیخوایم حالت این نمیخوایم ایشون صفر باشه هایدش کردیم اون بالایی رو هم حالا بعدا یه بلایی سرش میاد که دیگه نبینیمش کال رنار دیگه بهش نمیدیم فعلا باشد این, این خط یه میگیم که آقای منو دات اگر بودی من میخوام این ایندیکیتور سر عنصر بیفورش یه بلایی بیارم میگیم خواهی چکار کنم یه اول که نمایانش کن برای اپسیتی یک بده بعد بیارش از روی مرکز تاپولفت رو دقیقا همون منفی 27 و نیم میدم بهش که بیاد مرکز مرکز قرار بگیره مرکز مرکز هم میاریم اینجا اوکی بعد باگراند و چیز رو عوض میکنیم این تا رو میاریم باگراند رو ایشون برداریم بیاریم بگیم که آقا ایشون میشه این رنگ و این بخش میشه این رنگ اوکی الان جاها تقریبا برعکس شد و اون حالت سلکت شدن رو من میده حالا من یه کاری دیگه بعد انجام بدم اینجا میخوام ایشون رو بیارم بندازم رو صورتی که اکتیف هست و روتیتش هم بکنم برای منظور میان میگیم که آقای دات منو شما اگر که انومین چایلد اینجا میشه بچه دقت کنید این چایل یک هم هستش این دوه از الای میشه دو اون اولی اون حالت تاگل است میگم این چایلد دومت اکتیو بود دات اکتیو علامت پرسید رو میذاریم این پرسید برای چیه میگم یه شرایط رو این حادث بود میخوام کلاس رو روی عنصر همنیایی داشته باشیم پرسید بشه با عنصر همنیا که روی ایندیکیتور است اینا دقت کن همنیا هستن همه با هم یه خب چیکارش کنم میام قرار جابجا کنی ایشونو ترانسفورم بعدم میگیم که بیا ترنسلیت کن ایکس رو اینو میخوام میارم این بر بچا فرض کن این الان این سلکته خود این تایه بود 100 پیکسل و این بر میگیم که آقا منفی 103 پیکسل بیا برو این بر چی شد منفی 103 پیکسل بیا برو اون بر و فعلا همین ایشون اومد اینجا قرار گرفت اوکی خود ایندیکیتور رو من من 103 پیکسل دادم این طرف حالا برای بعدی اگه این اکتیو شد میخوام چیکار کنم خب فعلا برای رولی ننوشتم میام همین رو بردار بیا اینجا خب اگه چایلد سومت اکتیو بود چی دوباره اینو میارم اینجا فقط الان برای روتیتش کنم بره بالا واسه چی کافی بگم که آقا بیا روتیت کن یادتونه که این هم کدوم 8 بود 8 45 درجه 45 دیگری برای من روتیت کنیشونو خب اگه رو این کلیک کنم حالا یه دونه هم به این بدیم ترانزیشن توی نیم ثانی انجام بشه برگردیم اینجا خب اینو که میزنیم اه... ترانزیشن رو بالا میبینید که این از این مرکز وسطه داره ترن... اه... چیز میشه بچه ها روتیت میشه من کافی بیام به خود ایندیکیتور اه... بگم که آقا شما قراره اگه جا به جا بشید ترانسفورم رایت باشه سمت راست ما اون سمت راست دقیق کن الان اومد اینجا از اینجا دیگه مرکز سقل اینجاست میگرده میره اون بالا اوکی این بکگراند پرپل هم بردارم دیگه اوکی این اتفاق حالت برای بعد بعدی ها هنوز نزدیم میفته این دوتا رو فعلا داشته باشیم همین کار رو بعد برای سایرین هم انجام بدیم یعنی من کپی کنم بگم بیا برو دو سه چهار پنج شش هفت هشت و عنصر نهم خب 45 درجه 45 درجه و اینو ببرم بالا دیگه حالا بعد این به صورت متغیر هم خواهیم نوشتش اشون میشه 90 135 180 225 270 و آخری هم میشه 315 درجه سیف خب نه دقت کنید که روتیت میشه و عنصر فعال من اونجا به من نشون میده اوکی برگردونیم مثلا روی کلیک کنیم این میاد اینجا خب این خطر هم بردارم ام رد و کلا برداریم ایشون هم بکنیم مثلا یه پیکسل مثلا کلا خب این هم حالت هست که حالا ما توی منو اولیه داشتیم وقتی اینو هم برداریم خب یه نکته داره بچه‌ها این دقیقا از همون بالاش رو میکنه شو شدن من میخواستم این بیاد و تو دل ماجرا یعنی بیاد این وسطه برای من وقتی که داره هاید میشه خب یه ترنزیشن هم همینو کپی کنیم به این بیفوره هم بدیم اوکی. خب این الان هم حالت اتفاق میفته یعنی میره و برمیگرده و برای من میاد سرجاش قرار میگیره خب این یه تکنیک برای انجام این کاره بود بچه یه تکنیک دیگه هم داریم حالا اینا رو من خوب خلاصه سازی کنم تو تکنیک بعدی خدمتتون بعد میگم به چه صورت هست تو تکنیک بعدی من ایندیکیتور دیگه الان عنصر چیز نمیخوام براش قرار بدم عنصر حالت سود المنت باشه با خودش میخوام کار کنم اون رو هم یه بررسی کنیم با هم یاد بگیریم به چه صورت هستش خب اینجا اجازه من ها رو کلن کامنت کنم دوباره میخوام اینها رو بنویسم برمیداریم تا انتها میگیم شما کامنت باشیم اوکی خب میگیم میگم من دات منو شما یه دات ایندیکیتوری داریم اوکی. Okay. ایشون پوزیشنش ابسولوت کاملا دست خودم میخوام باشه. ویچ هایت 55 پیکسلی هم بهش بدین 55 پیکسل. هایت هم 55 پیکسل. بورد رادیوس 50 درصد دایره قرار باشه ایشون. بک گراوندو، بک گراوند استونو سبزی 53 همون سبزی که داریم و یه باکس هم قرارش رو بهش بدیم اینا رو کاش کپی میکردیم نکردیم ایراد نداره 6 پیکسل و وریبل کاله خب ایشون از اینجا و دقیقا هم وسط وسط قرار گرفته اوکی حالا بعد اگه نیاز شد ما بهش یه پوزیشن هم بیدیم که بیاد وسط قرار بیدیم حالا من میام میگم که آقای دات منو. اگه شما اکتیو بودی یه بلای سر این میخوام بیارم اینو بچه دقیقا میخوام معادل اینها بود که اومدیم یه دونه ترنسلیت کردیم حالا لفت بهشون دادیم و یه روتیت کردیم قرار دادیم میخوام همون تکنیک رو هم پیاده سازی کنم چه داره این کار رو انجام بدیم من میگم که آقا شما لفتت ده پیکسل باشه هم کاری که سر الهه ها در آوردیم بعد تاپش رو میگم بیا کلکیولیت کن پنجاه درصد منهای های پیکسل نصف خودش یعنی میارم شقبتر 27 پیکسل خب نوشته بچین این اینجا اوکی پس اول کار من اینو آوردم اینجا هنوز یه کوچولو کار داره ها حالا اینا که اکتیو میشن فعلا بلای سر نمیافت. آیا تو ماشون اونجا هم یه کم اینو ما ترنسلیتش کردیم آوردیمش جلوتر توی اون فضایی که داشتیم حالا اینا رو بزنیم بیارم سخت نوشتنشون میگیم که اگر که این حالا انومی چایلمون اکتیو بود ایندیکاتور قرار یه بلای سرش بیا خب روتیت های مختلف داریم و این بار بچه ها این ترنزلیته بر اساس هم ترنزلیت که اونجا داشتیم من 12 پیکسل میدمش جلو اوکی اونجا ده پیکسل اونجا یکم میدیم تا که وسط بیفتن پس اینو 12 رو من بزنم و... خب ایشونه که اومد بسید حالا وقتی روتیت میکنیم روتیت که کردیم اتفاقی نیفتاد چرا؟ آها آه یه نکته بچه این الان آه... اینو برگردونم من با هم ببینیم وقتی میام روی بینیم روتیت میشه ها اوکی ولی در توی سنتر خودشه پس اینو برمیگردونیم و اینجا میگم که آقا ترانسفورم اوریجین همون 140 پیکسلی که برای دوستانم داریم بالا برای الهه ها که خواستیم اینها رو الاین کنیم و روتیتشون کنیم یه ترانزیشن هم بهش بدیم ریال تا اینجا اومدیم ترانزیشن نیم سکند خب میبینی که این اتفاق داریم میفته فقط یه کم بد داره انجام میشه اوکی حالا این بعد انجام شدنه دو تا دلیل داره یکی که من ابتدای کار آه... وقتی که منومون داره اکتیو میشه خب یه وقتی ببندیم خب بچه این وقتی میبندی میره اون بالا قرار میره اوکی بذار این حرکت بزنیم اول میام اینجا میگم که آقا اه... تاپ شما قرار بیاد وسط وسط کلکیولیت کن 50 درصد پنجاه درصد رو با هم ببینیم منهای 0 پیکسل بزنم فعلا نمیاد این اینجا قرار میگیره ولی خب من میخوام بیاد کاملا وسط روی این ایندیکاتور بیفته پس نصف سایز ایندیکاتور رو میدم 37 نیم پیکسل 37 نیم پیکسل و... لفتش رو هم همینو میدیم کلکولیت کن پنجاه درصد پنهای این بار مال خودش رو میدیم کنیم پیکسا خب های این نکته داریم اینجا ببینیم خب. چه بچه اینو من بعد بردارم روی خود اکتیو بذارم حالت دادیم نمی اوکی اینو من بسط قرار گرفت ایشون خب. میره سر جاش هیچی نکته بعدی که داریم وقتی که اکتیو هم میشیم اینجا من تاپش رو هم بهش تاپ تاپو دادیم که تاپو گفتیم که فرمی کنم بیشتر پیکسل اینجا هم درسته این هم که اوکی. ببینیم یکم ریخته به هم بچه کنیم ببینیم به چه صورت هستش من اینها رو عوض کنم آم. اول روتیت باید بکنیم بچه ها و بعد ترانزلیت اکس کردن طبعا اون چیزی که حالا برای خود آیکون ها هم اتفاق افتاده چون این مهمه شما اول جابجا کنید بعد بگردونی اول بگردونی و بعد جابجا جا کنید ما بیا اینجا بیا ما چون که کپی کردیم قسمت رو به اوکی خب الان ترون دیگه اوکی اناسور سر جاشون قرار میگیرن و وقتی هم میبنید این اومد وسط قرار گرفتش همون چیزی که میخواستیم فقط کافی من اینجا توی ایندیکیتور بگم اوپسیتی ایشون صفره و اینجا بگم اوپسیتی یک هستش و یه ترانزیشن هم داریم که نیم ثانیه اوکی خب خب از اینجا این الان باز نمیشه دقت کنین این گوشه که میام این اتفاقه میفته اوکی پس وقتی برمیگردونیم چرا چون اگر اینو برداریم الان عنصر من این رو هستش اوکی عنصر رو ولی این کنارها خالیه دو تا کار میتونید بکنید یکی بازد ایندکس ها کار کنید اینو ببرین زیر اونو بیارین رو حالا چون ما در اون رو صرف میکنیم میتونید کارام بکنید ببینم آقا پوینت ایونت نان اصلا تو به به اون حالا کلیک های توجه نداشته باش الان میبینی که دوباره علامت هندشو شد و اون زیریه فراخانی میشه اوکی میاد سرجاش قرار میگیره و حالا بچه یکم یک کمی اون برتر ولی خب دیگه مهم نیست ما اینشون قرار هایدش کنیم زیاد تو جزیات ریز کاریش دیگه بریم اما حالت رو در اختیار ما میگذاره پس این حالتی هستش که من تونستم بدون استفاده از حال عنصر اضافی تر و سود المنت از طریق خود ایندیکیتوره این کار رو انجام بدم یه نکته هم داریم در رابطه با اینها که من چطور بیام این ها رو به صورت فرمولی انجام بدم توی ویدیوهای دیگه در صحبت کردم اینجا دیگه چون ویدیو داره به درازا کشیده میشه این قسمت رو دیگه ارجاع میدم اون ویدیوها نگاه کنید که ما اندیس ها رو از اینجا پیدا میکنیم اندیس هایی که حالا برداشتیم اینجا هم استایل ها رو داریم دیگه اون علامت های اون ام... چی میگن ام... بگین اندیس رو اینجا قرار دادیم بذار هم اینجا انجام بدیم دیگه حالا کامل کنیم کارمون رو خب اینجا کافی من بیام هر وقت کلیشو این اندیسه سر بردارم بدم به ایندیکیتور میام اینجا میگم که اول ایندیکیتور رو بهم بده کانست ایندیکیتور مصاحبا داکیومنت دات کوری سلیکتور دات ایندیکیتور ایندیکیتور و بعد این قسمت میگیم می که اول یه دونه کانست آی بگیرم مصاحبا this dot style رو همون چیزی که کلیک کردیم dot uh, get property value uh, داشت آی رو میگم بهم بده اوکی و بعدم میام میگم که آقای ایندیکیتور dot uh, style dot set property property داشت آی و همون آی که بالا داری پس اینو از اون برداشتم گذاشتم تو این اوکی بیام اینجا اینا رو بچه من کلا کامنت میکنم یه دونش رو برمیدارم میام خب اینجا دیگه بچه ها چایلد چند رو دیگه نمیخوایم میگم اگه یه ال اکتیو شد اگر منو یه li آی داشت برو سر وقت ایندیکیتورش خب اینجا ما قراره بیام یه چیز روتیت کنیم و یه ترنزلیت ترنزلیت مثابته فقط روتیت کردنمونه چالش داره خب یه بار باز کنیم اینو بالا الان دقت کن بچا جابجا دیگه نمیشه اوکی بیام میگم که آقا شما 45 درجه رو بیا زر به دره البته کلکیولیت هم بعد بزنیم کلکیولیت کن 45 درجه زر به دره متغیر مو وریبل هشتش آیا آیا تا زر 45 تا کن و اینو جابجاش کن برام خب این که اینجاست کلیک میکنیم دیگه حالا میاد روی بعدی ها هم قرار میگیره و هیچ مشکلی هم نداره اتفاقی که افتاده ما اینم دوباره هایت کنیم میاد وسط و دوباره میره بالا اتفاقی که افتاد اومدیم ها رو توی جاوا اسکریپت کردیم و اینجا استفاده کردیم دیگه به جای اینکه بخوام 8 7 8 9 بار هر تعداد باشه این کار انجام بدیم فرمولیزش کردیم خب حالا خیلی وقتا تو ویدیوها اینو به صورت همینجوری هارد شده میذارن ولی با این تکنیک ساده میتونه خلاص بشه امیدوارم که مطالب این جلسه مرتجتون قرار گرفته باشه یکم یک جلسه طولانی شد اما خب با چند روش مختلف خواستیم کار رو انجام بدیم که کاملا دستتون بیاد که چطور میتونید موارد رو انجام بدیم خوشحال میشم که در بخش کامنت ها نظراتتون رو با من در میون بگذاریم تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار